گزارش دانشگاه ادینبرو از مذهب شیعه دوازده امامی منتشر شد این گزارش در قالب کتاب شیعه دوازده امامی وحدت و کسرت در زندگی اسلامی از سال 632 تا 1722 میلادی چاپ شده است این گزارش نوشته اندرو جی نیومن است و توسط انتشارات دانشگاه ادینبرو در اسکاتلند منتشر شد به گفته این کتاب در قرن نهم و دهم میلادی مذهب تشیع مشتمل بر حدود چهل گروه بوده ولی در حال حاضر تنها سه گروه از آنها باقی مانده است اندرو جینیومن تاریخچه پیشرفت تشیع دوازده امامی را بررسی کرده و چالش های متعدد خارجی و اختلافات داخلی که در اوائل قرن هجدهم میلادی زندگی شیعیان را در خاورمیانه تحت شاه قرار داده بیان می کنند. در طول این زمان خصوصا از قرن 13 تا 15 میلادی به دلیل محدود شدن فعالیت های علمی و متون کلیدی قابل دسترس از عقاید امامیه بسیاری از آموزه ها و جنبش های اساسی آن افول کردند و مورد تهدید واقع شدند. بر اساس این گزارش که در قالب کتابی به چاپ رسیده تنها در اواخر قرن 17 میلادی بود که بقای تشیع در ایران و سایر کشورهای منطقه بیمه شد